سلام، به یکی دیگر از گفتگوهای ویژه ما از تولو نیوز خوش آمدید. من جمال ناصر فرهمند هستم، میزبان شما در این برنامه. مهمان من در این برنامه آقای دکتر زلمی رسول، وزیر خارجه پیشین افغانستان و یکی از کاندیدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری سال 2014. سلام به شما آقای دکتر، تشکر از اینکه فرصت گفتگو را دادید. شما پس از اعلام نتایج در دور اول و انتخابات و دور دوم با آقای عبدالله رفتین، پس از او هیچ خبری از شما نبود در سیاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودین، انتخابات 2014 وقتی نتیجهش برآمد، ما در او یک تقلب وحشتناک دیدیم از نقطه نظر، و این تقلب به سبب بود که افغانستان به طرف یک حالت خراب می برد. مجاز سر تاریخی از این نمیرم، اما بالاخره مجبور بشد که امریکایی‌ها و ملل متحد، ایالات متحده امریکا و ملل متحد ای دخالت کردن و حکومت وحدت ملی را ساختن، که البته این حکومت نه نقطه قانون کدام مشروعیت نداشت. اما برای اینکه افغانستان نمانیم که به یک بحران بره در شرایط مشکلی که ما داشتیم، ما فکر کردم که بهتر است که در این موقع ما موقعی بتیم، وقت بتیم حکومت وحدت ملی را، که اگر بتانه همو وظایفی که برایش سپرده شده بود او را اجرا بکنه، مخصوصا نظر به قراردادی که شده بود، به تفاهم‌نامه‌ای که شده بود که برای دو سال باید لوی جرگه دایر می شد، قانون اساسی تعدیل می شد و یک عالم کارهای دیگه که نشد. اگرچه که دوستای ما به ما بسیار فشار آوردن که برایم به میدان یک چیزی بگوییم، ما گفتم که نه، باید صبر کنیم. اصل قصه قصه ثبات در افغانستان است، و اگر این حکومت وحدت ملی بتانه که ثبات در افغانستان بیاره، ما کدام ادعای دیگه نداریم. آقای دکتر، در نظام های دموکراتیک وجود یا موجودیت گروه های سیاسی یا حداقل موجودیت یک اپوزیسیون قدرتمند میتونست کمک بکنه به حکومت های مانند حکومت وحدت ملی. انتظار می رفت که شما به عنوان یک جریان سیاسی کلان و همان اپوزیسیونی که انتظار می رفت نقش بازی کنین، نمی شد که اپوزیسیون می بودین؟ با مشکلی بود که ما با دکتر صاحب عبدالله بودیم در راوند دو، و دکتر عبدالله خود جز حکومت وحدت ملی بود. یک او که کسایی که به طرفداری دکتر صاحب اشرف غنی در انتخابات اشتراک کردن، و با اینکه اونانی که به طرفداری دکتر صاحب عبدالله در راوند دو اشتراک کردن، اکثریتش کدام سهم کلان در تصمیم گیری حکومت وحدت ملی نداشت، یک بحث علایده است. دوم، ما نتانستیم که دیدم که دکتر در شروع در سالهای اول امکانات ساختن یک اپوزیسیونی که راستی اپوزیسیون باشه و از تنها یک قوم، یک جبهه یا یک حزب نمایندگی نکنه مشکل بود، به دست نامد. از اون خاطر چی شد؟ صبر کردن، موفق نشدیم. آقای دکتر، شما بیشتر از تقلب بسیار گسترده و فاجعه بار یاد کردین، عامل این تقلب کی بود؟ ما یک تجربه بسیار کلانی را که ما گرفتیم در انتخابات در افغانستان است که گفته میشد که افغانستان هنوز برای یک دموکراسی آماده نیست و خطر به می بود. ما وقتی در انتخابات اشتراک کردیم، چه از نقطه نظر میدیا که شما به او سهم داشتین و دیگر میدیا افغانستان سهم داشت، و وقتی رفتیم در مبارزه انتخاباتی در اطراف افغانستان، مردم بسیار جدیت و سمیت از مبارزات انتخاباتی طرفداری کردن. در جایی که همین نبود، مثل در قندهار، هلمند، اروزگان، به هزارها نفر آمدن، نه تنها برای ما بلکه برای کاندیدای محترم دیگه ایم که در اونجا سفر کردن. حتی در هلمند ما مجبور شدیم به دو جایی بگیریم، به خانم‌ها اشتراک کردن. پس این امید برای ما زیاد شد که مردم افغانستان پرنسیپ دموکراسی را دموکراتیک قبول کردن. خطر آمد گرفتن، نفر کشته شد، کلکا بریده شد، اما شما خبر دارید. اما خود مؤسساتی که اونها تحصیل کرده بودن و اونا باید رای مردم را به یک حقیقت تبدیل میکردن، برای مردم خیانت کرد. این خیانت در زمانی صورت گرفت که در رأس حکومت آقای کرزی بودن و شما هم در حکومت آقای کرزی کار میکردین. کمیسیون انتخابات هم زیر اثر آقای کرزی مدیریت میکرد فضا انتخابات را، آقای کرزی ناظر بودن. اینها چقدر نقش داشتن در این تقلب و در این فاجعه؟ این به شما مربوط است که بگوین، اما در این جای شک نیست که امروز بسیار واضح است کمیسیون نام نهاد مستقل که ما امیدوار بودیم که مستقل بوده باشه، وظیفه خود را برخمی که بود نکرد. در آینده ها مردم افغانستان انتظار دارند که بالاخره این مسئله روشن شود که مسئول اصلی از این که
برای مردم، اشخاص مهم نیست که برای مردم خیانت شد، مسئول از این کیست؟ برای اینکه ما قبول نخواهد کردیم که در آینده دوباره به این ترتیب یک تقلب دیگه صورت بگیره. بله، شما اگر دیده باشین در یکی از برنامه های تولونیوز آقای رحمت الله نبیل و آقای داودزی اشتراک داشتن، افشاگری های کلان کردن از موجودیت ماشین های چاپ کارت های رایدهی سازماندهی تقلب بسیار کلان در همین ساعت وزیر اکبر خان کابل لب به سخن گشودن. شما در وقت اطلاع داشتین از این مسائل؟ نه. شما چه وقت خبر شدین از این؟ ما پسار خبر شدیم. اما واکنش جدی نداشتین؟ برای اینکه چیز بسیار واضح بود. واکنش حال است که باید شد. انتخابات دیگر می آید. ببینین یکی واکنش برای اینکه آدم نشان بده که صحبت میکنه. یکی واکنش است که نتیجه داشته باشه. ما به هیچ صورت ما میگیم مردم افغانستان، تمام مردم افغانستان به هیچ صورت اگه انتخابت قلابی و تقلبی رو دیگه قبول نخواهد کرد. اونایی که فکر میکنن که اگه انتخابات تقلبی دوباره در افغانستان صورت میگیره، این امکان پذیر نیست. اما شرایط امنیتی و وضعیت موجود این فرصت رو خواهد داد که یک انتخابات شفاف و بدلخواه مردم داشته باشه. یک انتخابات تا جایی که امکان داره باید شفاف باشه. این تقلب در صورت نگیره. اگر در جای نصر مسئله امنیتی انتخابات صورت گرفته نمیتونه، صندوق ها اونجا پیشگی پر نشده باشن. تقلب مقصد ما ایست. باید که هیچ امکانات ثبات در افغانستان نخواهد بود تا آرزوی مردم اکثریت قاطع مردم افغانستان تمثیل نشه در انتخابات آینده. در دو سه انتخابات گذشته واقعا مردم نقش بازی کردن؟ یعنی برای مردم حکومت ها ساخته شدن؟ چیزی که مربوط افغانستان است، بله، یکی زیاد برای مردم بود و همین روان پیش می رفت. در انتخابات دو انتخابات اول مردم بسیار بلد نبودن در پروسه دموکراسی. یک تعداد گروه جوان جوان که روز آینده افغانستان سر جنها استاده است، اینا شامل نبودن در انتخابات 2004 و یکی زیاد چون در 2009 خانما در افغانستان قدر اشتراک نکردن. این دفعه جوان های ما بسیار فعال بودن در انتخابات، سهم گرفتن و امی بود که با انتخابات یک ارزش بسیار زیادتر داده شده این دفعه و مجادله ما بر عزیز که دموکراسی یا اراده مردم افغانستان که توسط انتخابات تمثیل میشه در آینده از بین نره. بر عزیز که اگرچه که دموکراسی بهترین رای حل نیست، اما رای حل دیگه در افغانستان موجود نیست بر عزیز که قدرت تبدیل شد. وضعیت را شما چگونه تحلیل میکنین با توجه به بدتر شدن اوضاع امنیتی، اعتراضات مردم، گزارش های نشر شده از فاصله مردم و حکومت و روند حکومتداری که آقای غنی و عبدالله پیش میبرند؟ من فکر میکنم که افغانستان هیچ وقت در تاریخ معاصر خود مقابل اتی خطر کلان که فعلا دست وجود نداشته. در گذشته ما مشکلات بسیار زیاد دیدیم، اما دوست دشمن معلوم بوده و اگر گروپ های مختلف هم در افغانستان جنگ میکردن، به نام افغانستان جنگ میکردن، به نام افغانستان جنگ میکردن. امروز تهدید ما تهدید داخلی است، خارجی و داخلی است. وحدت ملی ما یک صدمه بسیار کلان دیده. این یک زهر است بر افغانستان. نه تنها وحدت بین اقوام، بر وحدت بین الاقوامی هم صدمه دیده که نتایج شما روز میبینید. امنیت ما بسیار خرابتر شده از گذشته. شما بهتر بلد هستین که حاجت نیست من زیاد صحبت کنم. هر روز در افغانستان زیاده از 50 تا 100 نفر کشته و شهید میشن. ایام هر روز دوام داره. چی عسکر ماست، چی اردوی ماست، چی مردم بیگناه ماست که در این جنگ ها کشته میشن. اقتصاد ما تقریبا به صفر رسیده. در حدود معلومات ما از حدود هزارها سرمایه گذار ما، سرمایه گذار خرد تا سرمایه گذار کلان افغانستان ترک کردن و در کشورهای دیگه مثل ترکیه و امارات و امثال هم سرمایه گذاری میکنن. شما چه پیش بینی میکردین؟ فکر میکردین که حکومت وحدت ملی حکومت کارا باشه با توجه به ترکیبی که به وجود آمد، تفاهمی که صورت گرفت؟ این حکومت وحدت ملی مثل یک حرکت عاجل بود، مثل یک مریض شما یک دوای عاجل برش میدین. دوست گفته شده بود که برای دو سال است و این کارا باید دو سال شوه، باید انتخابات میشد، قانون اساسی تغییر میکرد، بروز یک اساس از یک حکومت نو ساخته میشد. هیچ کدام از اون نشد. خوب واضح است که خدا به طرف یک چی میاره. ما بین دو دکترها صاحبها هم تفاهم صورت گرفته نتانست.
و بالاخره دوستای کردشون هم داشتن در انتخابات که اگر اون دوستان با اینا می بدن یک مجموعه بسیار کلان میشه. اونا هم دور ماندن از تصمیم گیری و دادن مشوره، نتیجهش میشه که امروز ما شما میبینیم. البته اینو براتون عرض کنم که شرایط استراتژیک منطقه و دنیا فرق کرد. هم حکومتی که در امریکا بود امروز نیست، هم حالت مناسباتی که ایالات متحده امریکا با روسیه و چین و این کشورها داشت نیست، ساله کل از اینا تاثیرات مستقیم سر اوضاع سیاسی و امنیتی ما میکنه. بخش بزرگی از نابسامانی های امروز را از مسائل امنیتی تا بحث فساد آقای غنی مرتبط به حکومت قبلی شما میدانند. شما که از کنفرانس بن شروع تا 2014 یکی از افراد نزدیک با آقای کرزی و عضو کابینش بودین. من طرفدار سود مخالف هستم چیزی که آقای غنی در ایسته میگه، برای از اینکه آقای غنی از کنفرانس بن که شروع شد تا که ما با افغانستان آمدیم و تا وقتی که وزیر مالیه بودن جز همی حکومت بودن و مسائل مالی زیادتر مربوط از اونا بود. مخصوصا وقتی که ما نو به افغانستان آمدیم برای یک سال اول اگر به خاطر داشته باشین زیاده از یک سال تمام پول به یک مؤسسه میمد که در رأس از او دکتر اشرف غنی بود و همو پول تقسیم میکرد. در دوره آقای کرزی نقاط مثبت هم بود، من فکر نقاط مثبتش زیادتر بود از نقاط منفیش کده، اما نقاط منفی هم بود. نقاط مثبتش یک بار تا عرض کنم، اول همی میدیه را که امروز داریم، مطبوعات را که امروز داریم مطلق ما گرامت با کوشش کردیم کل ما و خود ازدام به اون فکر بدن که باید یک مطبوعات آزاد داشته باشه افغانستان. ما آزادترین مطبوعات در منطقه داشتیم و امیدوار هستم که روز هم داشته باشیم. وحدت ملی ما تحکیم شد، مکمل نیه با تحکیم شد، قوای مختلف خود در حکومت شریک میدانستن، مخصوصا در دوره اول پنج سال اول با وجود رابطه بسیار نزدیک با ایالات متحده آمریکا و بودن تعداد زیاد نظامیان از اونها در افغانستان و کمک های اقتصادی از افغانستان، ما یک سیاست خارجی مستقل داشتیم. با همسایه خود روابط خوب داشتیم، مگر چی که بعضی همسایه ما روابط خوب با ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای ناتو نداشتن. پس یک آزادی خود داشتیم در تمام از این گپا. نقاطش که منفی بود امکان داره نظر به مجبوریت های امنیتی یا سیاسی که بود به زیربنای اقتصادی توجه کافی نشد که امروز ما صدمه شو میبینیم. با وجودی که تمام پروژه هایی که امروز حکومت از او خوش است و افتتاح میکنه، پروژه است که در دوره کرزی و مفاد بیشتر از کرزی سرمایه گذاری و پلان گذاری. آقای رسول، شما در یکی از گفتگاه های ویژیتان با تولو نیوز در پیش از انتخابات 2014 گفته بودین که میخواین یک برنامه منظم اقتصادی داشته باشین که در قالب از او در چند بخش مثل زراعت، زیربناسازی و اینها سرمایه گذاری شوند. در حالی که یکی از افراد کلیدی در حکومت آقای کرزی بودین، 13 سال حکومت در دست آقای کرزی بود، چرا در او زمان نتانسته بودین این برنامه منظم اقتصادی را روی کار بیارین؟ خب در حکومت ها شما میفهمین که وظایف هر کس معلوم است. ما برای 7.5 سال مشاور امنیت ملی بودم و مشاور امنیت ملی افغانستان در روح کار آسان نبود. ساختار اردوی افغانستان، ساختار پلیس افغانستان، ساختار سیستم عدلی افغانستان که چیز نبود، یک زیادی در شورای امنیت کنترل میشد و این یک وقت زیاد من شخص من گرفت که زیادتر به این کار داشته باشم و عموما در کنفرانس های اقتصادی ما خود رول نداشتیم و اشتراک نمی کنیم و تصمیم گیر رئیس جمهور بود. یکی از دلایل است که ما نتانستیم که همون رول را که باید بازی میکنیم شخص مرگ میکنیم. این در انتخابات مطرح کردم برای اینکه وقت وقتی که آدم انتخابات میره باید یک پلان اقتصادی داشته باشه که هر کس دیگه که باید باشه داشته باشه. بله، شما پیشتر از سیاست خارجی مستقل یاد کردین که افغانستان در زمانی که شما در کابینه بودین سیاست مستقل داشت، اکنون نداره؟ خب من فکر میکنم که رابطه حکومت فعلی با بعضی کشورهای منطقه خوب نیست. درست است؟ ما در این منطقه زندگی میکنیم و در آینده هم در این منطقه خواهد بودیم. این حیاتی است بر افغانستان که رابطه خوب با کشورهای منطقه داشته باشه، اما این رابطه خوب معنی نداره که ما از منافع ملی خود دفاع نکنیم. من فکر میکنم که رول منطقه در آینده افغانستان بسیار مهم خواهد بود.
از سفرهای افغانستان، تلاشای افغانستان در بحث صلح با پاکستان اشاره کردین. این صحبتی در این مورد داشته باشیم که چرا نتانستین با پاکستان کنار بیاین؟ چرا نشد پاکستان را اقناعش به دست بیاره که همکاری بکنه افغانستان را، در حالی که بیشترین ارج را رئیس جمهور کرزی به پاکستان گذاشته، بیشترین سفرها را در بین رؤسای جمهور افغانستان اگر کردن انجام دادن آقای کرزی بوده؟ این سوال باید از پاکستان بگویم. ما کوشش خود کردیم. برداشت شما، تحلیل شما در افغانستان چی؟ اگرچه دستگاه سیاسی دیپلماسیش، دستگاه سیاسیش این فهمیده میتونست که یک ثبات در افغانستان به دراز مدت به مفاد پاکستان است. متاسفانه دستگاه نظامی پاکستان و استخباراتی پاکستان به دلایلی که خودشان داشتن به این نتیجه رسیده بودند که از طالبایی که مربوط پاکستان هستند یک استفاده ابزاری در افغانستان بکنند. و این اگه سیزی مربوط مشکلات است که پاکستان با هند داره و به هیچ وقت حاضر نشدن که اگر حرکتی را بکنه که راستی سازنده باشه برای برآوردن صلح در افغانستان. البته شرایط فعلی فرق کرده، امکان داره که فشارها زیادتر باشه از طرف پاکستان و فشاری که حال از در گذشته نبود. امیدوار هستیم برای اینکه صلح یگانه راهی است که ما شما برای آینده افغانستان داریم. اکنون روند را که حکومت افغانستان داره تعیین میکنه در بحث صلح، از برگزاری کنفرانس ها در کابل تا کشورهای منطقه و به حساب تلاش میکنن که اجماع منطقه‌ای به وجود بیارن، اینها از نظر شما موثر خواهد بود؟ همین راه صلح افغانستان است که تعیین میشه؟ صلح باید در افغانستان بیاید. سوالی است که به کدام قیمت میاد؟ درست است؟ آیا قیمت ما پرداخته میتونیم یا نمیتونیم؟ این تصمیم باید مردم افغانستان بگیره. این ما یک چند سیاستمدار یا چند گروه گرفته نمیتونن. این مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن، تمام مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن که آماده چی قیمت پرداختن هستن برای اینکه صلح بیاید. اول برای منظور ما لازم داریم که اول یک اجماع ملی سر صلح در افغانستان شوه که باز خارج بتانه که او را کمک کنه. یعنی اجماع ملی وجود نداره به اندازه که با بسیار دوستایی که من دارم که در انتخابات با ما بودن و نبودن، با اونو مشوره نشده. باید یک مشوره ملی صورت بگیره، راستی ملی، که در او این خود جای شک نیست که بغیر یک گروه بسیار خورده که منافع خود در جنگ میبینن، اکثریت قاطع مردم افغانستان صلح میخواهند. اما زیر کدام پلان، به کدام قیمت باید که ارزیابی شما از قیمت پرداختن گفتین. پیشنهاده که در روند دوی کابل برای طالبان داد قیمت بسیار بزرگ نیست که طالبان به عنوان یک گروه سیاسی پذیرفته میشن، عفو عمومی اعلان میشه، قانون اساسی تعدیل میشه. خب هر کدامش چی داره؟ بس یک گروه سیاسی بیان خوبه، یک گروه جنگی باشه. قیمتی بالاتر از این میشه که پرداخت؟ چون ما نمیفهمیم، چون طالبان رو جواب ندادن وقتی که در مذاکره ما باید یک پلان بسیار مشخص داشته باشیم. خطوط عمومیش گفته شده، باید مشخص داشته باشیم و هر پیشی که پلان به تطبیق بره باید که مردم افغانستان نظریه خود را سرش بدن. اگر نه صلح میایم پایدار نمیباشه. آقای رسول، طرف شما در مذاکره با طالبان کدام گروه از طالبان بود؟ با توجه به پراگندگی و تعدد رهبرانی که طالبان دارن، وابستگی های استخباراتی که گفته میشه طالبان دارن و تفاوت طرف شما با حکومت فعلی که طرفشان است چی است؟ خب در وقت ما، خلن در وقتی که ما در شورای امنیت بودم، طالبان بسیار پراگنده نبودن. بلا مادومر در وقت زنده بود که باز رسان چی شد چیست، یعنی یک گروپ بودن که چند گروپ نبود که به یکی صحبت نشد. تنهای وقت شروع شد که دفتر قطر واز شد که در اونجا حکومت ما مخالفت کرد برای که دفتر قطر به این واز نشده بود که یک دفتر تماس بود، نه یک دفتر که در بیرق طالبا بالا شد و باید یک مرکز طالبا باشه، که اونجا کمک چی شد تغییرات آمد و ما رو قبول نکرد. تسامح و تساهلی که در زمان آقای کرزی صورت گرفت در برابر طالبان بی نظیر بوده. حتی آقای کرزی همواره برادر خطابشان کرد، هیچگاه گروه تروریستی نگفت و در نشست‌های بین المللی هم بحث طالبان را همواره به عنوان گروه متخاصم محلی مطرح می‌کردند. با توجه به این همه
امتیازهایی که آقای کرزی قائل بود، طالبان چرا نخواستن با آقای کرزی مذاکره کنن؟ چرا نخواستن با حکومتش بپیوندن؟ من فکر میکنم که طالبان و قدر که شما فکر میکنین آزاد نیستن که تصمیم خود خودشان بگیرن. درست؟ پس میرین در بحث پیشتر خود که تا وقتی که پاکستان منافع خود در بودن طالبان و عدم صلح میبینه، صلح نخواهد شد. آقای کرزی تلاش‌های بسیار زیادی به خرج داد در حداقل یک سال گذشته، یک دو سال گذشته که لوی جرگه برگزار شدن. شما چقدر میپذیرین بحث لوی جرگه را؟ چقدر میتونه حلال و مشکلات افغانستان باشه؟ خب این سوال از خود آقای کرزی. دید شما چی است نسبت به لوی جرگه؟ من فکر میکنم که ما یک قانون اساسی داریم. نالی قانون اساسی مکمل است یا نیست؟ در او قانون اساسی لوی جرگه تشریح شده. اعضای لوی جرگه چیست؟ اگر به قانون اساسی تکیه بکنیم، خب لوی جرگه عنعنوی دایر شده نمیتونه. درست است؟ خب. اگر که من مخالف لوی جرگه نیستم، لوی جرگه اینستیتوشن کلان افغانستان است که همیشه در افغانستان بوده و خواهد بود. اگر که شرایط به رخمه برسه که لوی جرگه قانون اساسی تطبیق شده نتانه و به یک لوی جرگه عنعنوی که در مشورتی باشه یا تصمیم گیر باشه، چند سوال پیش میشه. اول است که باید ما بفهمیم که اجنده لوی جرگه برای چی دایر میشه. لوی جرگه برای یک مقصد دایر میشن. مردم میان از افغانستان برای یک مقصد. اول این معلوم شه که مقصد چیست. این معلوم نیست فعلا. کی را دایر میکنه و کی تصامیم زیر تطبیق میکنه. این سه نقطه که معلوم شوه، باز لوی جرگه میتونه که رای حل باشه. در زمان کمپاینهایتان تاکید به تغییر نظام دولتداری و حکومتداری داشتین از ریاستی به پارلمانی. هنوزم به موضع خود معتقد هستین؟ هنوزم فکر میکنین که مشکلات افغانستان به تغییر نظام جوابگوست؟ ما به این نتیجه رسیدیم به بودن در حکومت بر سالها و حال بودن در خارج از حکومت که قانون اساسی ما قدرت بسیار زیاد بر رئیس جمهور میده و این مربوط نیست به شخصیت رئیس جمهور، همین قدرت برک است که بتین ای بسیار برای فکر من سازنده نیست. پس یک تغییر در قانون اساسی افغانستان باید بیاید. شما پس از این چی میکنین؟ مدت زیادی نبودین. پس از این با چه روی کرده پیش خواهید؟ روی کرده ما ایست که اوضاع افغانستان یک اوضاع خطرناک است. برای هر افغانی که وطن دوست داره یک مجبوریت است که باید یک تصمیم بگیره. چیزی بکنه که وطن ما خراب نشه. ما تصمیم ما ایست که باید انتخابات، یک انتخابات مشروع و شفاف در افغانستان شود و با وقت خود شود. باید کمیسیون انتخابات یک کمیسیون باشه که مردم افغانستان سر از او اعتماد کرده بتانند. ما باید کوشش کنیم بر وقتی که داریم دوباره تحکیم اعتماد اتفاق ملی خود را دست بیاریم. با هم بزرگا با تماس باشیم که هستیم که پس یک جای شویم. با توجه به جایگاه سومی که شما در انتخابات 2014 داشتین، رأی قابل ملاحظه که به دست آوردین، تصمیم کاندیداتوری در انتخابات 2019 دارین؟ هنوز یک ذره زود است. اول ما با شرایط یک انتخابات برابر بکنیم که بارز او کاندیدا معلوم شد. در صورتی که سیاسیون و جماعت سیاسی افغانستان خواسته باشند، شما آماده هستید؟ باز برای شما دارم موقعش میگیم. سپاسگزار از حضور شما. ممنون از اینکه فرصت گفتگو را دارین. لطف کردیم. سپاسگزار شما.